نگارخانه تهران. تهران، میدان بهارستان، مدرسه و مسجد سپهسالار. این مسجد و مدرسه در سال 1258 تا 1264 هجری شمسی توسط حاج میرزا حسین خان سپهسالار با 8 مناره زیبا و منحصر به فرد در دوره ناصرالدین شاه قاجار بنا گردید. در زمان پیریزی بنا دقت زیادی به کار رفت تا بنا قرنها دوام یابد. از این رو تمام محوطه بنا را به عمق 17 متر حفر کرده و شفت ریزی محکمی کردند. پس از اتمام بنا به دستور ناصرالدین شاه اولین نماز جماعت مسجد به امامت حاج شیخ جعفر در سال 1264 هجری شمسی برگزار گردید. در سال 1323 هجری قمری لیاخوف روسی به دستور محمد علی شاه قاجار مشروط خواهان را که در مسجد و مدرسه سپهسالار سنگر بسته بودند به توپ بست و باعث تخریب و تعطیلی مسجد و مدرسه شد. در سال 1293 هجری شمسی احمد شاه قاجار بعد از مراسم تاجگذاری برای اولین بار به مسجد سپهسالار آمد. ساعت بزرگ و قدیمی مسجد در سال 1259 هجری شمسی و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه از پاریس به تهران حمل و نصب شد. هنگامی که رضاخان ایران را برای به قدرت درآمدن خیش در سال 1302 هجری شمسی به سمت جمهوری کشاند، اعتراض و تجمع عظیمی در مسجد سپهسالار به راه افتاد. در روز 13 آبان ماه 1328 هجری شمسی، عبدالحسین حجیر وزیر دربار توسط گروه فداییان اسلام ترور شد. توافون علیکم و عزوکم علابست. یعنی چی؟ یعنی میفرماید که شما در خانه دور سر هم بگردید. اهل کتاب پاکن و میشه با اونا معامله کرد، میشه با اونا رفت و آمد کرد، میشه با اونا دست داد. الان در این دور زمانی ما لازمه که قبل از ازدواج دوتا جوون
به روانشناسان خبره، روانسنجان خبره مراجعه کنن. این اثر تاریخی بعد از انقلاب اسلامی به مدرسه عالی شهید مطهری تغییر نام داد. مسجد و مدرسه مطهری با زیربنای در حدود 7000 متر مربع از باشکوه ترین آثار اسلامی دوره قاجار و از شاهکارهای معماری در ایران به شمار می رود. مسجد امام یا همان مسجد شاه. این مسجد در سال 1186 تا 1203 هجری شمسی در زمان فتحعلی شاه قاجار بنا شد. مسجد امام دومین مسجد جامع بزرگ تهران است. معماری مسجد از لحاظ اصول کلی معماری تحت تأثیر معماری دوره کریم خان زند، به خصوص مسجد وکیل شیراز است. ساعت این مسجد هم در سال 1283 هجری شمسی در محل نصب و راه اندازی شد. بنای مسجد با وسعتی حدود 10000 متر مربع با طرح 4 ایوانی ساخته شده و شامل 3 ورودی با جلوخان در جهت شمالی، شرقی و غربی است. مسجد امام به لحاظ وسعت و موقعیت جغرافیایی خاص خود و نزدیکی به ارگ سلطنتی و ساختمان‌های دولتی در بسیاری از حرکت‌ها و جنبش‌های سیاسی که در تهران صورت گرفته است، مرکز فعالیت‌های بسیاری بوده است. ازدحام زنان در سال قحطی نان تهران و اعتراض آنها به شاه در سال 1239 هجری شمسی، ترور نخست وزیر سپهبد علی رزمارا در سال 1329 هجری شمسی، میتینگ جهت ملی کردن صنعت نفت به دعوت آیت الله کاشانی در سال 1329 هجری شمسی، جلسات متعدد گروه فداییان اسلام از سال 1329 تا 1330 هجری شمسی بخشی از اتفاقات پیش آمده در مسجد امام است. همچنین کلیه تزئین‌های رایج در دوره قاجار، اعم از کاشیکاری، معرق، گچکاری و حجاری و مقرنس‌کاری در بنای این مسجد وجود دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این مسجد ورودی رو به قبله نسبت به سایر ورودی‌ها اهمیت بیشتری دارد. ورودی‌های مسجد در امتداد دو محور عمود بر هم قرار گرفته‌اند. بخشی از بازار بزرگ از سمت ورودی غربی مسجد امام شروع می‌شود که راسته زرگرها و ساعت فروشی‌هاست. نه، چند
این مسجد توسط قاسم خان قوانلو در دوره محمد شاه قاجار ساخته و در تاریخ 1272 هجری قمری توسط مهد اولیا همسر محمد شاه قاجار که در محدوده ارگ سلطنتی بود بازسازی شد. اولین عاملی که انسان را از فساد و فحشا حفظ میکنه نماز. اهمیت تاریخی مسجد به واسطه واقع شدن در مرکز تجاری و اداری تهران قدیم و تهران جدید و سخنرانی شخصیت‌های مختلف است. در اوائل دوره قاجاریه این مسجد توسط بانوی مسنی بنا شد، زنی که کسی نامش را نمی دانست و این مسجد به مسجد پیر زن شهرت یافت. در زمان فتح علی شاه قاجار بازار تهران و تیمچه های آن تا 4 سوق بزرگ گسترش یافت. مسجد جامع پیش از دوره صفویه بنا شد که از محله بازار بزرگ و بازار بین الحرمین می توان به این مسجد رسید. مسجد جامع تهران که بیش از 5 قرن از عمر آن می‌گذرد، یک بار ساخته نشد و در دوره‌های مختلف بنا و تکمیل شد. تا کنون در بنای مسجد جامع تغییر و تحول زیادی صورت گرفته است و در دوره‌های مختلف چندین بار در آن تعمیر و بازسازی انجام یافته است. مسجد جامع تهران با زیربنایی در حدود 20,000 متر مربع مساحت مشتمل بر 6 شبستان و 3 ایوان عظیم در دوره قاجار است. در حال حاضر تنها نماز ظهر در شبستان‌های عتیق 40 ستون و زیر گنبد به صورت جماعت برگزار می‌شود. مسجد جامع تهران به عنوان اولین و بزرگترین مسجد تهران تأثیر عمیقی بر وضعیت سیاسی اجتماعی و بافت شهری آن گذاشته است. مخالفت با قرارداد رژی و تجمع مردم در مسجد جامع در سال 1307 هجری قمری، اجتماع مردم تهران در مسجد پیش از مهاجرت کبری در انقلاب مشروطه،
تجمع مردم برای لغو قرارداد 1919 در سال 1298 هجری شمسی بخشی از رویدادهای مهم این مسجد است. اولین مساجد تهران در ابتدای عصر صفوی ساخته شد، اما با گذشت زمان بعضی از مساجد بازسازی شدند و برخی دیگر از میان رفتند. در حال حاضر تعداد مساجد تهران به بیش از 2000 بنا رسید. در مباحث مربوط به مساجد تهران، هم از دیدگاه معماری و شهرسازی، هم از لحاظ جامعه شناختی و مردم شناختی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و تربیتی، نکات بسیار مهمی میتوان یافت. مسجد هدایت در سال 1324 هجری شمسی در خیابان جمهوری بین خیابان‌های لاله‌زار و فردوسی توسط خانواده هدایت بنا گردید. در این مسجد آیت الله طالقانی تا پایان عمر سخنرانی و تفسیر قرآن و اقامه نماز می‌کرد. تو برج 10 11 تقریبا حدود 2 هفته پیش 100,000 تومان گرفتی اینجا. من الان برای تو چیکار کنم؟ دیگه بالاخره اون کاری که ما میتونیم رو برات انجام بدیم. صندوق محترم لطفاً مبلغ 50,000 تومان. پس تا مدارک ندی نمی کنم. نه نگو نکن اصلا، اینو درستش میکنم. خیلی خوب بیا. خان بفهم کی مونده؟ خانومه سلام. یعنی بالاترین دریافتی مسجد هدایت شما دارید. فشار نذار رو من. اقلنشو من میدونم با موجودی صندوقم. زدم 7/11 28/10 اومده بودی، زدم برات 7/11 تاریخ جزاشو. دیگه بعدیش 12 است. راست میگی، خیلی کار داره. حالا ندارم بگیرم. راست میگی، من یه آب باریکه فقط میتونم بدم. بشین اونجا فقط منو اعصابم خوردن. خانم شما بیا ببینم با من کار داری؟ الان 25/11 است، یعنی 2 هفته گذشته. لطفاً ماه آخر سال اسفند محرم چه کار کنم؟ ما این چیزی چه کار کنم؟ حیاتو چه کار کنم؟ حیاتو که دادم دفعه پیش. یه جبهه‌ای که نزدیک‌ترین کسانشو نمی‌فهمن، اینقدر سری. و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا، پیغمبر ما یه عده میان بله بله
زمینتون با نیش قلم یه کوچولو میری بالا، اینا خوبه خوبه، این با خوبه، اینجا خوبه. ایمانی رو میما هم میتونی کشکولی بنویسی هم آره این حالتی که ما. خب یقای جدا رو باید روی چیز در می آورد. اینو بد دختی، اینو نباید می دختی، باید اینو می دختی، اونم برعکس دختی. سرشونه رو بخوای وصل کنی این آره. اینو تمیز دختی، اینو شو قشنگ دختی. میه آستینی چی کار میکنی؟ از این خط وسط تا کنار پارچه، خب هر چقدر که باشه. مسجد لرزاده با مساحت 1200 متر مربع توسط علی اکبر برهان بنا شد. این مسجد در خیابان لرزاده واقع شده و به همین دلیل مسجد لرزاده نام گرفته است. این مسجد پایگاه مبارزات مردمی در دوران انقلاب اسلامی ایران بوده و نقش مؤثری در مبارزات شهر تهران داشته است. Thank you.
در اغلب حوادث تاریخی، اجتماعی و سیاسی که در تهران به وقوع پیوسته، مساجد نقش ویژه‌ای داشتند. مسجد قبا در سال 1350 هجری شمسی بنا گردید. برگزاری نخستین تظاهرات بزرگ ضد رژیم پهلوی در عید سعید فطر توسط دکتر محمد مفتح در سال 1356 هجری شمسی از مهمترین وقایع تاریخی این مسجد است. رجالون نمیگن رجالون، اونجا اینجوری غلطه. من المؤمنین رجالون، همین قال فرعون. ببینید ر ساکنه، حالا وقتی ساکن بود ما چه وظیفه‌ای داریم؟ باید نگاه کنیم به حرف قبلیش، اول سوره مبارکه مؤمنون رو، صفحه 342: قد أفلح المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم در شهر تهران مساجد بسیاری از دیرباز تا کنون بنا شدند که هر کدامشان قصه و حدیث خود را دارند. سلام هی حتی مطلع الفجر. سمع الله. Thank you.
make reserve. There is no necessary to use of better, had better. This is the difference between should and had better. Had better is emergency when there is a danger. سه تا زیر یه جوته نرو رو بزن، یکی رو یکی زیر تا آخر. خب سه تا یکی دو تا زیر میشه، چند تا مونده؟ سه تا یکی. خب بعد گفتیم مورد دوم این بود که نون ساکن یا تنوین به حروف یرملون برسه، ما باید ادغام انجام بدیم. ممعهو قرار مکین، زمانی که نون به ب برسه باید چیکار کنیم؟ اقلاب انجام بدیم، یعنی قلب بشه، قلب به میم بشه. چیکار کنین؟ چی بگین؟ سوره ناس. بچه سوره ای رو بخونیم؟ سوره ناس رو بخونیم. یعنی خدا جون شیطون رو دورش کن. عتل متل شب که بیاد دوباره عکس از بالای با دست راست ترم خیلی خوب. یه صلوات زیبا بفرستیم ببینم. تو سرت کن عزیزم. از لسان همه شما عزیزان بزرگان به مادر نادار شما سکر خانم خاتون فشاری و همسر بزرگوارشون جناب مهندس بابا و برگشتیم به جلسات دوران قبلمون. از زبان عطار صحبت کردیم که باید اول چی باشه؟ طلب در ما باشه، طالب باشه، تا این طلب ما رو به چی برسونه؟ به عشق برسونه. برای رسیدن به عالم عشق نیاز به توجه، نیاز به مسئولیت، نیاز به خودآگاهی. وقت شناسی هم در این مورد امر مهمیه. وقت شناسی یعنی اینکه هر کاری رو
در زمان و جایگاه خودش انجام بدیم. اگه میخواییم خیلی سریع این مراحل رو پشت سر بذاریم، عشق باید به فریاد برسه. معنی عشق اینه که خودتو نبینی، دیگری رو ببینی. گفت دانایی که گرگی خیر سر، هست پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که گرگش را در اندازت به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. وان که از گرگش خورد هر دم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ است.